سلام و صد سلام به همه شما دوستای خوب خودم. آقا این روزه آخری که خامنه خوند و توش به کوسه گفت خواهن خیلی داره کش پیدا میکنه، یعنی خامنه خودش با دست خودش پندک و گرفت زیر ریش ولایت و یه ولوله اساسی تو نظامش به راه انداخت. پاسدار احمد وحیدی، سرکرده سابق نیروی تروریستی قدس: هیچ کس نباید در قدرت دفاعی کشور تردید ایجاد کند. بله، این بار پاسدارای شاسی در رفته به صورت گله‌ای شروع کردن به زوزه کشیدن که آی نظام از بین رفت، دشمن میخواد موشکای ما رو اوراق کنه و خلاصه از این حرفا. پاسدار رمضان شریف، سرکرده روابط عمومی سپاه: دشمن میخواهد با دامن زدن به مسائل هسته‌ای و موشکی یک دو قطبی ایجاد کند، اما باید بدانید که سیستم دفاعی و موشکی کشور یک مسئله ملی است و نباید با مسائل سیاسی داخلی گره بخورد. نکته موشکافانه قضیه اینجاست که اگرچه خامنه همه پرده‌ها رو کنار زد و همچین رک و پوست کنده به کوسه گفت خائن، اما در عمل به غیر از مشتی پاسدار دربوداخون کسی پشتش نیومد و یه بار دیگه معلوم شد که طلسم ولایت تا کجا شکسته و زهر تا کجا رفته. آخوند شیرازی، نماینده خامنه‌ای در نیروی تروریستی قدس: شاید در میان هزاران مسئول دو نفر هم باشند که حرفهای متفرقه بزنند. هر کس بخواهد در مقابل اقتدار ایران قرار بگیرد، آگاهانه یا ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن ریخته. عجب قشقرق بازاری تو این نظام. خب اگه از بین هزاران مسئول فقط دو نفر آب به آسیاب دشمن میریزن، پس دیگه این جلزه بلزا برای چیه؟ این بپر بپرا برای چیه؟ ما نفهمیدیم این نظام ولایته یا کارخونه تولید آب برای آسیاب دشمن. حالا بریم سراغ دم و دستگاه کوسه ببینیم اونا چه سازی میزنن. آخوند قرویان از حوزه قم: من شخصی را که در حد و اندازه هاشمی باشد تا با وی بر سر ریاست مجلس خبرگان رقابت کند نه میبینم و نه میشناسم. افرادی که خودشان را مالک مردم میدانند به هاشمی رفسنجانی حمله و اهانت میکنند. هیچ شخصی نمیتواند وی را از صحنه کنار بزند و وی نیز فردی نیست که با این گونه حملات و توهینها صحنه را ترک کند. این آخوند قرویان از اون آخوندهای دونه درشت جام زهریه، یعنی خلاصش اینه که به نظر میاد یه سری از عمامه داران رو نمایندگی میکنه. جالب اینجاست که این آخوند کوسه نشان میاد صاف صاف از رفسنجانی حمایت میکنه و میپره به خامنه ای، اما طرفدارای خامنه تو حوزه لالمونی گرفتن. به نظر شما علت چیه؟ علت رو از زبون خود خامنه بشنوید. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه حلقه واسط میان امام و شکلگیری انقلاب اسلامی حوزه علمیه قم بود، خاطر نشان کردند اکنون انگیزه ها و طرح‌هایی برای انقلاب زدایی از حوزه علمیه وجود دارد. اگر بخواهیم نظام اسلامی این مجموعه انقلابی بماند، اسلامی بماند، انقلابی بماند، حوزه قم باید انقلابی بمانه. اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزه های علمیه اگر انقلابی نموندند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت. بله، اینم از حوزه‌ای که قرار بود پایگاه ولایت باشه، اما حالا خودش داره اسباب دردسر عظما میشه. حالا توی یه چنین اوضاعی جماعت جامع زهری شروع کردن به زمینه سازی برای اینکه عمامه ریاست خبرگان رو بذارن رو کله اکبر کوسه. ضرورت ریاست هاشمی بر خبرگان:
رأی قاطع مردم به این لیست به نوعی رفراندومی به نفع هاشمی در مقابل منتقدان ایشان است و نشان از تشخیص آنها برای بازگرداندن هاشمی به صحنه سیاسی. جالبه، عظما میگه یارو خائنه، بعد اینا میگن ریاستش بر خبرگان واجبه. خب این نشون میده که کار خیلی بیخ پیدا کرده، نشون میده که وضعیت خیلی قرمزه، این شکاف و شقه همینجوری داره تو اعضا و جواره نظام پیش میره و کار رو برای ملت آماده میکنه. اینجا اونجاست که باید مشت و کشید و این جنازه رو راهی قبرستون کرد. خداحافظ تا فردا شب.